تقدیم به ساحت مقدس مهمان خاص شبهای جمعه کربلا، مادر هستی حضرت زهرا سلام الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین، خدای تبارک و تعالی با عنایت ارباب خوبی ها آقا سید و شهدا سلام الله علیه باز به بنده عمری دادن که به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلا بیام منازل شما و شما رو دعوت کنم به کربلا برای زیارت آقا امام حسین در این شب جمعه. استدیوی بین الحرمین، کربلای معلا، ریاض میر خلفزاده در خدمت شما هستم با یکی دیگه از برنامه یاوران حسینی. چون که باید و شاید غزل غزل نشدم مست، که دست من به ذریحت در این سفر نرسیده است. من این نگاه عوامانه را نمیدهم از دست، اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایت. دوباره عشق خدا حافظی رسیده به دامن، دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن، و باز مثل همیشه در آستانه در من کبوتران زمین گیر می شوم به هوایم. سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو، نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو. و می روم به امید دوباره های من و تو میان این. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما أحاط به علمك، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله. عزیزان بیننده، بنده به نیابت از شما در هر جایی که روی این کره خاکی قرار دارید، رو به گنبد و بارگاه آقا سید الشهدا سلام الله علیه ایستادم. با اینکه بنده دارم مستقیما به گنبد آقا نگاه میکنم، چون جلو هم شیشه هست، گنبد و بارگاه و مناره های آقا ابوالفضل العباس هم از همینجا قابل دیدنه. بنده به نیابت از شما و همه عاشقان آقا امام حسین علیه السلام دست ادب بگذارم و عرض بکنم السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا مولاي يا ابن فاطمة الزهراء وابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا أبا الشهداء، السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. آقا جان
یا ابا عبدالله، روز سوم هست که وارد سال جدید شمسی شدیم، سالی که همه محبین و علاقمندان به شما و اهل بیت شما دعا میکنن برای اینکه حالا دیگه خدای تبارک و تعالی از بقیه غیبت فرزندتون حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف صرف نظر بکنن و ان شاء الله این آخرین سال غیبت این مولا باشه. شما عنایت بکنید، در خانه خدا شفیع بشید، این امر محقق بشه، شیعیان شما شاد بشن، شیعیان شما از گرفتاری ها نجات پیدا بکنن، شیعیان شما با فرج مولاشون براشون فرج حاصل بشه. الهی آمین یا رب العالمین. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي يا ساقي عطاشا كربلاء. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز، زیارتتون قبول باشه، سال نوتون هم مبارک ان شاء الله. سال نو که مسما این ایامش به نوروز هست، روزهای خوش و پربرکتی رو پشت سر تا این لحظه گذرونده باشید و در آینده بگذرونید ان شاء الله. بیاییم ما وصیت معصومین رو و صحبت حضرات رو بر خودمون منطبق بکنیم. مواظب باشیم یک روز دو روزمون مثل هم نشه، سعی بکنیم حتما فردامون ان شاء الله بهتر از امروز باشه که گذروندیم. سعی بکنیم هر چه بیشتر احترام به بزرگترهامون بگذاریم، سعی بکنیم هر چه بهتر بتونیم اوامر خدای تبارک و تعالی و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو بهش عمل بکنیم، سعی بکنیم نمونه باشیم برای خودمون و هر شب خودمون رو محاسبه بکنیم قبل از اینکه ما رو وایسونن و ازمون حساب پس بگیرن. پس یا علی مدد، بیاییم
پیش بریم به سوی راه حق و حقیقت، پیش بریم به سوی اون جایی که پیامبر اکرم فرمودند غدیر رو تبلیغ بکنیم، مهدویت آقا حضرت حجت رو تبلیغ بکنیم، بر منتظران اعلام بکنیم آقا جان امام زمان ما احتیاج به این وسائل داره برای ظهورش. و بهترین کار که دستور مستقیم خود حضرت حجت ابن الحسن عجل الله فرجه الشریف هست اینه که ما دعا بکنیم برای فرجشون، دعا بکنیم برای سلامتیشون. خدای تبارک و تعالی انشاءالله وقتی میبینه بنده هاش در راه آقا امام زمانش قدم بر میدارن قطعا ترتیب اثر میده. خب این صحبت اولیه من بود و اما صحبتی که دارم الحمدلله رب العالمین با همت و یاری شما و حمایت کل عزیزانی که این مجموعه رو یاری میکنن موفق بودیم در نمایشگاه کتاب نجف که برای دوره نهم برپا شده بود حضور فعالی داشتیم. قطعا شما از طریق فضاهای مجازی گرفتید اون تصاویر و کلیپ ها رو، ولی عزیز دلمون احمد آقای رضایی کارگردان محترم برنامه کلیپی برامون آماده کردن و انشاءالله بعد از صحبتهای من خدمت شما تقدیم میشه. ولی مسئله مهم این بود که مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به عنوان یک مؤسسه اعلامی و خدمت شما عرضم شبکه ماهواره‌ای و جهانی در این نمایشگاه حضور که داشت، چون تنها مجموعه ای بود که موفق شد به اخذ این موافقت در این نمایشگاه کار بکنه و الحمدلله رب العالمین خیلی مؤثر بود. توی گزارش ها خواهید دید، حالا اگر اون کلیپ هایی که آماده کردن شامل اون صحبت هایی که با عزیزانی که از ملیت های مختلف، من با عزیزی صحبت کردم به زبان عربی که ایشون از آلمان مشرف شده بود، با عزیزانی صحبت کردم از پاکستان، از افغانستان، عزیزانی که از ایران مشرف شده بودن هم برای شرکت در نمایشگاه و همون عزیزانی که زائر مولا امیرالمؤمنین بودن و زائر عتبات مقدسه. یه نوید بدم خدمتتون، نمایشگاه بین المللی کتاب هم در بغداد اون هم راه اندازی شده الحمدلله رب العالمین. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به عنوان یک مؤسسه فرهنگی اعلامی در اون نمایشگاه هم حضور داره. سعی میکنیم انشاءالله تا مادامی که این نمایشگاه ادامه داره ما بتونیم هم اونجا شرکت بکنیم و خدمت شما گزارشی رو تهیه بکنیم. با هم کلیپ این نمایشگاه نجف رو ببینیم. تأثیر
پخش مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام که داره افکار اهل بیت و سیره اهل بیت رو به کل دنیا به 4 زبان زنده فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی داره تبلیغ میکنه رو شما به چه صورت میبینید؟ تأثیرشون همون زبان مختلفشون. وقتی که ما در سر تا سر جهان هر کسی کانال خودشو که بزنه، ما مثلا تو ایران کانال فارسی رو میزنیم و تأثیرش خیلی زیاده دیگه. کلمات فارسی رو میشنویم، متوجه میشیم بیشتر تا کانال عربی یا کانال های انگلیسی. فواید زیاد داره، مثلا هر کس مثلا به همون زبان خود، زبان ترکی به زبان خود میتونه استفاده کنه، زبان انگلیسی میتونه به همون زبان خود استفاده کنه، زبان فارسی. این خیلی برای زبان همه زبان ها، زبان هایی که ذکر کردید، برای همه اینها مفیده و استفاده میتونه. خیلی بازتاب گسترده ای داره در بحث زیارت ها و در بحث تصاویری که از رسانه شما پخش میشه برای زائر. بعضا برای خود ما پیش اومده که خب در طول این سفر نجف یا کربلای ما الله بودیم، با از طریق تماس، تلفن، هر جور شده بالاخره تماس با ما برقرار کردن که حاج آقا الان شبکه امام حسین پخش مستقیم اذان داره یا نمیدونم سخنرانی داره یا برنامه های مدحی و مذهبی که پخش میشه، بالاخره تأثیر بسیار زیادی روی بیننده داره و امیدوارم که انشاءالله خود آقا ابا عبدالله الحسین این زحمات شما رو بالاخره بی پاسخ نیست و یقینا در زندگی هممون به قول بنده خدا یک جورایی عنایت خود امام حسین شامل حال هممون شده و انشاءالله که خود حضرت از هممون دستگیری کنه. این شبکه ها است که میتونه بفهمونه که اسلام چیه. اگر پیشنهادی دارید برای بهتر شدن کار ما بفرمایید. خدمت با سعادتتون عرض شود که به رفقایم عرض کردم که حالا اگر در بحث برنامه های سخنرانی که به حساب بحث شیعه باشه، که به قول بنده خدا مباحث شیعه باشه، و بحث پخش اعتقادی و بحث خدمتتون عرض شود که اون پای اساس مداهی اهل بیت که خب خیلی به قول بنده خدا روی بیننده تأثیر داره به لحاظ مذهبی و فرهنگی، حالا فرقی نمیکنه که ایشون چی باشه، ولی در هر صورت پخش ای مداهی ها از شبکه جهانی امام حسین و او تصاویر گنبد بارگاه آقا ابا عبدالله الحسین تأثیر بسیار زیادی در روی تفکرات بیننده ای داره که پای رسانه نشسته و داره مستقیم ای لحظات رو میبینه و مجسم میکنه که خودش الان کنار ذریع آقا ابا عبدالله الحسین هستش. هرچه در زبانهای مختلف، زبانهای رایج دنیا اگر بیشتر شوه، مخصوصا در افغانستان زبان دیگر مشهور به زبان پشتو هم است، اگر امکان داره به این زبان هم پخش شوه بهتره. عزیزان، واقعا جای شما خالی بود نجف اشرف، مخصوصا اون برنامه یاورانی رو که مستقیما از صحن حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما اجرا شد. نمایشگاه هم که وصفش رو عرض کردم و الان کلیپش رو با هم دیدیم و در ارتباط با نمایشگاه بغداد هم اعلام آمادگی کردیم. انشاءالله عزیزان یه مقدار فرصت بکنن اونجا هم میریم خدمت شما و انجام وظیفه میکنیم. و اما راجع به این که هدف مؤسسه، این مؤسسه، مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، شاید چه بسا عزیزانی تازه امشب بیننده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام شدن و اونها باید بدونن که چه هدفی داره این مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام که بتونه نور و مظلومیت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو به کل دنیا
برسن. عزیزی هستن پشت خط، من خدمتشون. سلام علیکم. سلام علیکم. وقت شما بخیر سرکار خانم ناینی. سلامت باشید. شما و همچنین سال نوتون مبارک. به کربلا خوش آمدید. سلامت باشید شما. خواهش میکنم. بنده الان روبروی گنبد و بارگاه آقای امام حسین علیه السلام ایستادم. خدمت ارباب سلام بدید تا انشاءالله صحبتمون رو با هم شروع کنیم. تشکر. بله. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله. التماس دا. خواهش میکنم انشاءالله انجام وظیفه میکنیم. دعاگو و نائب و زیارتون هستیم و همه عزیزان. سرکار خانم ناینی یه سوال خدمت شما دارم. شما چند ساله که پیگیر برنامه های مجمع رسانه امام حسین علیه السلام و پخش زبان فارسیمون هستید؟ از سال 90 فکر میکنم، اگر اشتباه نکنم همون سال 90 فکر برنامه رو به طور زنده یک سری دیدم و واقعا توی مخصوصا ایامای عزاداری ماهای مثل محرم و صفر به معنای واقعی هر جوری برم از این برنامه های عزاداری که زحمت میکشیم. خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده. الحمدلله رب العالمین. بعضی وقتا به لطف شما و همکاراتون و همونی که میکشیم واقعا دل رو میبریم اونجا. خواهش میکنم انشاءالله هرچه زودتر مشرف بشید کربلا. سرکار خانم ناینی یه سوال دیگه خدمت شما دارم و اونم اینه که به بنده بفرمایید شما چند درصد از پخشهای مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام رو ازش استفاده کردید و توی زندگی خودتون به کار گرفتید؟ اون درصدی اگه بگم خدمتون میگم من بیشتر برنامه های عزاداری و سخنرانی ها رو پیگیری میکنم. قطعا میتونم بگم 80 درصد و خیلی هم از برنامه های عزاداری هم خیلی راضی هستم. خب یه سوال خیلی سخت میخوام الان از شما بکنم و اونم اینه که به بنده بفرمایید اگر شما الان به فرض مثال مسئول مجمع رسانه امام حسین علیه السلام بودید به جای جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مصطفی محمدی، به چه صورت این مجموعه رو اداره می کردید که مردم و شیعیان مولا بهتر ازش استفاده کنند؟ حالا من کوچیک‌تر از اونم که بخوام خودم رو تو جایگاه ایشون ببینم، چون برنامه ریزی و مدیریت کار خیلی سختیه، تجربهش رو ندارم نمیدونم، ولی اینجور که پیگیر هستم ایشون خیلی زحمت میکشن. میگم همین پخش زندش و اینکه بین الحرمین رو چقدر قشنگ من نمیتونم بگم بهتر از اون، چون از نظر خودم به عنوان یک بیننده عالی. یعنی شما وقتی که من فرسنگ ها دورم وقتی که مثل همین شب جمعه یه لحظه سلام از پای دل کنیدم که برای برنامه نیزی مدر به این شب هست یه چنین چیزی، واقعا اون لحظه از ته دلم دعا میکنم برای همه اونایی که مسببش هستن که من بیننده بتونم یه لحظه بتونم ارتباط قلبی رو برقرار کنم و میگم خوش به سعادت شما و همه اونایی که دستبند افکاری و توفیق میخواد، واقعا توفیق میخواد. خب یکی از اون عزیزانی که الان شامل صحبت شما میشه خود شما هستید. شما چه حس و حالی دارید که وقتی میبینید پولتون رو دارید به جایی تحویل میدید که صرف یک همچین تبلیغی میشه؟ ببینید
انشاءالله خدا هم به شما هم به همه موالیان آقا امیرالمؤمنین و عاشقان امام حسین علیه السلام قوت بده و بتونن در راه آقا امام حسین و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فداکاری بکنن و قسمتی از مالشون رو در راه تبلیغ دینشون هزینه بکنن. صحبت خاصی با بیننده های ما نداریم که الان دارن صدای شما رو به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین در کربلای معلا میشنون. من خدمت جمعی بینندگان شما از سلام و ادب و تبریک سال نو رو دارم. امیدوارم به حق آقا ابا عبدالله و به حق این شهر جمعه خواهش میکنم و همچنین خیلی ممنونیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. التماس دعا. خدا حافظ شما و همچنین خدا نگهدار شما. خدا حافظ. عزیزان با هم یک کلیپی رو ببینیم و باز خدمت شما باشم. همینطوری که این بیننده محترم سرکار خانم ناینی فرمودن، واقعا در درجه اول هم حمایت و هم اشتیاق باید باشه. البته استنباط کلام از ایشون، اشتیاق باشه کسی بتونه در راه ائمه اطهار حضرت پیامبر اکرم فداکاری بکنه، چون جدا کردن مال از خود واقعا یه مقدار سخته، ولی اگر انسان دست گذاشت و این کار رو انجام داد، یعنی مالش رو برای تبلیغ دین فدا کرد، در اصل این فدا کردن نیست، در اصل این جنت گرفتنه، در اصل این راه سعادت گرفتنه، در اصل این ارتباطی هست با روز قدیر، در اصل این فرمایش پیغمبر رو عمل کردنه که تبلیغ دین از اوجب واجباته. من مات و من یعرف امام زمانهی مات کمیتتن جاهلیه. در این مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و شبکه های شیعی معرفی آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف باعث میشه مردم راه رستگاری رو پیدا بکنن، باعث میشه اقصانقات دنیا صدای پیامبر اکرم
آقا امیرالمؤمنین بانو فاطمه زهرا و اولاد معصومشون رو بشنون. میدونید یکی از اهداف مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام که داره الان در حال حاضر با حمایت و یاری شما به 4 زبان زنده دنیا برنامه تولید میکنه و پخش میکنه، فقط به خاطر اینه که اگر عزیزی به زبان انگلیسی صحبت میکنه و تا این لحظه موفق نشده صدای اسلام و صدای پیامبر و صدای معصومین رو بشنوه، از طریق زبان خودش خیلی راحت میگیره اسلام رو. یا اون عزیزی که به زبان ترکی صحبت کنه، یا اون عزیزی که به زبان فارسی صحبت میکنه یا عربی، علا کلن انشاءالله با این حمایت ها این زبان ها روز به روز افزایش پیدا بکنه و ما بتونیم در راه دین خدمت بکنیم. یکی از چیزهای دیگه که الحمدلله موفق به انجامش بودیم تهیه گزارش مساحی زمین حضرت علی اکبر سلام الله علیه، اون زمینی که شما عزیزان همت دارید میکنید تا این لحظه سهامدار شدید که حسینیه ای در راه بهشت، در راه نجف به کربلا، در عمود 1114 زمین خریداری بشه، حسینیه ای بنا بشه برای خدمتگزاری به زائران آقا امیرالمؤمنین و زائران آقا امام حسین علیه السلام و زائران برادر با وفایش سقای دشت کربلا، ان شاء الله آماده بشه و در طول سال پذیرایی بکنه از مردم. بعضی از حسینی‌های در داخل راه نجف فقط سالی یک بار 20 روز موفق به انجام خدمت هستند، ولی طبق گفته جناب آقای حاج سید رؤوف حکیم حفظه الله، این نوکر با اخلاص اهل بیت، این عاشق درجه یک شاهزاده علی اکبر، ایشون یکی از مسئولین هیئت علی اکبر هم هست، به این نیت این زمین رو دارن تهیه میکنن، هم زائر سرا بشه هم جایی باشه بگذارن در اختیار مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام که مجموعه رسانه امام حسین در ایام اربعین خاصه دیگه از این مهاجرت های از این عمود به اون عمود انشاءالله خلاص بشه، یک مقر محکم داشته باشه و بتونه خدمت گذاری بکنه. عزیز دلمون جناب آقای احمد آقای رضایی این کلیپ رو آماده کردن، با هم ببینیم. من باز در خدمت شما انشاءالله هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، الحمدلله رب العالمین، الان در راه نجف هستیم، میریم طرف زمینی که به نام نامی آقا علی اکبر ابا عبدالله الحسین خریداری شده برای ایجاد حسینیه و محلی که بتونه در خدمت زائرین آقا امام حسین علیه السلام در طول سال باشه، خاصه زیارتی اربعین آقا امام حسین علیه السلام. انشاءالله با ما همراه باشید و خدمت شما این گزارش رو به صورت مشروع تقدیم میکنیم. از طی مسیر به طرف زمین خریداری شده آقا علی اکبر و رسیدن به عمود 1114 در خدمت فروشنده محترم
و مساحی که آمده برای تعیین حدود و ابعاد زمین انشاءالله. خدمت شما عرضم که خدای توفیق رو به منم داد که کسی از اعضایی باشم که سر مترو بگیرم و انشاءالله در مساحی این زمین شرکت داشته باشم. این هم نشانه ای که فاصله زمین آقا علی اکبر با زمین قبلی مشخص بود. سوال من از این فروشنده محترم این بود که الان که شما این قطعه زمین رو به اسم آقا علی اکبر دادی چه احساسی داری؟ میگه ما هر کاری بکنیم حتی یک قطره از خون آقا امام حسین علیه السلام رو نمیتونیم جبران بکنیم. اگر جونمون رو تقدیم آقا امام حسین علیه السلام بکنیم هنوز هیچ کاری نکرد. جناب آقای حکیم، بابت این مقدار از زمین که الان نشانه گذاری کردن و مساح معین کرد و جناب آقای محمدی هم زحمت کشیدن نشانه ها رو زدن، چه میزان باید پول داده بشه به واسطه هیئت علی اکبر؟ کل زمین قیمتی که از طرف اینا درخواست شده حاجی 250 میلیون دینار عراقیه که حدوداً جمعاً به تبدیل به دلارش 192 هزار دلار تقریباً، به تومنیش حدوداً 745 میلیون تومن میشه که ما سهام بندیش کردیم. خب فرمودید که 190 هزار دلار تقریبا، تا الان چه میزان از این پول توسط مردم اهدا شده و شما پرداخت کردید؟ به برکت خدا و اهل بیت تا الان تقریبا یک سوم مبلغ که به عنوان پیش پرداخت بوده پرداخت شده، تقریبا 250 میلیون تومان. الباقی رو در دو قسط، قسط اول احتمالاً یا فردا یا پس فردا انشاءالله اگر خدا و اهل بیت یاری کرد بهشون پرداخت میکنیم، و قسط سوم رو یک ماه بعد انشاءالله 250 میلیون تومان آخر رو یک ماه بعدش پرداخت خواهد شد. یعنی از این مجموع 750 میلیون تومان شما تا الان 250 میلیون تومان پرداخت کردید، 500 میلیون هنوز بدهکارید. این 250 میلیونی که قراره در این دو روز پرداخت بکنید تأمین شده یا باید تأمین کنید؟ نه، باید تأمین بشه. اگرم مستر شدیم احتمالاً قرض میکنیم که سر قولی که به صاحب زمین دادیم سر قولمون باشیم انشاءالله که خود اهل بیت و موالیان امام حسین و دلباختگان تربت سید شهدا یاری میکنن و بدهی کامل این زمین صاف میشه و استارت ساختش زده میشه انشاءالله. انشاءالله خدا خیرتون بده. من
از زبان خودم که کمترین هستم دعای خیر برای شما دارم. قطعاً بینندگان ما هم این دعای خیر رو برای شما دارن و انشاءالله موالیان آقا امیرالمؤمنین، عاشقان آقا امام حسین، خاصه آقا علی اکبر سلام الله علیهم اجمعین کمک میکنن و هرچه زودتر این ساختمان به اون صورت که در خور این شاه و شاهزاده هست بنا بشه و علم بشه انشاءالله. موفق باشین، التماس دعا داریم و از تمامی کسانی که تا الان کمک کردن، سهامی خریدن برای آخرتشون، مقداری از تربت سید شهدا رو بابت بیمه زندگی و آخرتشون خرید کردن، به اونا اولا تبریک میگیم. انشالله خدا این توفیق رو به بقیه شیعیان و موالیان آقا امیرالمؤمنین بدن. سهام این زمین مبلغ حادی نیست، هر سهمی 1100 دلاره، تقریبا 4 میلیون و خورده تومان میشه که تمامی بینندگان شبکه امام حسین و عاشقان سید شهدا بتونن در حد خودشون، حالا یه وقت یکی شأنیتش و حدش 100 سهم باشه، یکی 150 سهم، یا یکی 1 سهم از تربت سید شهدا رو انشالله توفیق داشته باشن برای آخرتشون خرید بکنن. خیلی دلشون میخواد در این سفره مشارکت داشته باشن، منتهای امر چه بسا یک نفر نتونه یک سهم رو تهیه بکنه، امکانش هست که بیش از یک نفر شریک بشن و یک سهم رو تهیه بکنه؟ بله، خب خیلی ها بودن، یک خانواده، تقریبا یک خانواده کامل، مثلا پدر، مادر و بچه ها تماما جمع کردن، بانی یک سهم از این تربت سید شهدا شدن، یا اینکه کسی نصف سهم، یک ربع سهم یا 1/10 سهم، مثلا 400,000 تومان، فقط خواسته که یه مقدار از تربت سید شهدا رو برای آخرتش خریداری کنه. امتیاز نهایی را به نظر من حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا باید بدن، اونا میدونن هر شخصی چقدر میتونه برای آخرتش خرید بکنه یا گامی برای خدمت به سید شهدا آورد. عزیزان، کلیپ زمین حضرت علی اکبر رو دیدیم. یه مشترک پشت خط هستن، بنده جناب آقای مرادی. جناب آقای مرادی سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا جناب مرادی به کربلای معلا خوش آمدید. دستبوس ارباب هستین، دست شما درد نکنه قربان. خواهش میکنم، صدای شما الان داره به صورت زنده و مستقیم در استدیوی بین الحرمین کربلای معلا پخش میشه، خدمت ارباب سلام بدید. اجازه میدید؟ خواهش میکنم، التماس دعا داریم. حاضر دعوا، انشالله دلتون شگست ما رو هم دعا کنید قربان. حتما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی عباس الحسین. اللهم عجل ولی کلفرش، اللهم عجل ولی کلفرش. احسنتم، زیارتتون قبول باشه انشاءالله. خاک پای شما، خاک پای همه دوبارم. خدا انشاءالله به شما سلامتی بده و هر چه زودتر شما هم مشرف بشید کربلا. قبلا مشرف شدید؟ بله بله، 3 دفعه اومدم پیش آقا، دستوسی آقا. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. من اینم خدمتتون عرض کنم، چون من جانباز هستم، یه پام و یه دستم ناقصه، بعد همینجوری پیاده من اومدم حرمین حسین. به 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 به، خدمت شما، خدمت ارباب. شما که ظاهرهای خوب اربابی، نماینده های خوب اربابی، التماس دعا دارم از همه تون. خواهش میکنم قربان، ما قابل نیستیم، امیدوارم خدا انشاءالله طول عمر با عزت و سلامتی بده و همیشه در راه اهل بیت
شما بتونید کار بکنید و افتخار هم میکنیم که ما به عنوان کمترین بتونیم خدمتگزار شما حسینیان باشیم. ما رو اگه قبول کنید خاک پای شما هستیم که امام حسین رو دارید ترویج میکنید. شما دارید میگید امام حسین کیه؟ ارباب کیه؟ ارباب هم بلاخره تو دل شما انداخته که ما رو پیدا کردید. ولی ما تو این همه آدم یه مورچه هم نیستید. تو این دریای عظیم حسینی من یه دونه قطره هم نمیتونم باشم. خدا انشاءالله برکتتون بده. همان قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شوده، هیچ اشکالی نداره. من یه سوال خدمت شما دارم. بزرگواری میفرمایید چه حس و حالی دارید حالا که شما دارید به مجموعه ای که مسماس به نام آقا امام حسین علیه السلام و داره تبلیغ دین رو میکنه و کربلا رو به خونه های مردم هر جای این کره خاکی هستن میرسونه، شما چه حس و حالی دارید؟ اولا این حال رو نمیشه گفت. هر کی خدمت آقا بتونه کوچکترین استکانی رو هم بشوره واقعا منت گردن ماها گذاشته. ارباب احتیاجی نداره، ما احتیاج به ارباب داریم. احسنتم. ارباب احتیاجی به ما نداره. بارک الله فیکم. ما به اهل، به مادرش، به پدرش احتیاج داریم. ارباب چی میخواد ما؟ ما میریم میگیم ارباب اینو بده، ارباب این کارو بکن، ارباب ما گرفتاریم، ارباب میگه. من چی میتونم به ارباب بدم؟ خدا انشاءالله از همگی قبول بکنه. صحبت خاصی با بیننده هامون اگر دارید بفرمایید، چون وقت برنامه محدوده. من با شما بتونم خداحافظی بکنم. از همه شما تشکر میکنم با این برنامه تون. این شبکه به هر کی میگه لبیک لبیک بگه، برای خودشون نمیخوان، برای اربابمون میخوان. اربابی که تو دشت کربلا با اون همه ذلت، با اون همه بدبختی، با اون همه تشنگی، با اون همه عظمت عباس همه رو داد. ما بتونیم یه قطره این دریا باشیم. به همه توصیه میکنم، خواهش میکنم به این شبکه کمک کنیم، ترویج اربابمون باشه، ترویج عباسمون باشه، ترویج اصغرمون باشه. لطف کنید مردم، من عاجزانه تقاضا میکنم این شبکه رو حمایت کنن. بهترین شبکه است. من واقعا از کلی مجریایی که دستندرکاران این برنامه هستن واقعا ازشون ممنونم. التماس دعا دارم. خواهش میکنم. خیلی ممنونیم از الطاف شما. امیدوارم هرچه زودتر دوباره شما را کربلای معلا ببینیم. و یا علی مدد، خدا نگهدارتون. یا علی مدد، التماس دعا. محتاجیم به دعای خیر شما. خدا نگهدارتون. و... یا علی مدد. خدا حافظ شما. بله عزیزان، حالا این برادر بزرگوار جانبازمون فرمودن عاجزانه استدعا میکنم. من یه عرض دیگه هم دارم. بنده عاجزانه از شما میخوام خودتون رو به نحوی وصل بکنید به این دریای بیکران احسان. خودتون رو وصل بکنید، انشاءالله کامروا بشید و در آخرت همسایه و همسفره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشیم. من یادم نره، چون باید بریم بیرون و برگردیم و برای قرعه کشی حتما بیننده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام باشید. بعد از برنامه یاوران برنامه زنده شمیم عشق رو داریم که عزیز دلمون حاج اصغر آقای فتاحی همت کردن و انشاءالله در خدمتتون هستم.
با هم یک کلیپ ببینیم و انشالله قرعه کشی معنویمون که زیارت عاشورا هست رو ببینیم. عزیزان رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. همین الان من خدمت شما عرض بکنم شماره های ما مرتب خدمت شما زیرنویس شده: 2-0964-770-292-0910 برای پذیرش لبیک هایی که شما به عنوان خانواده حسینی میخواید مشترک بشید. اون عزیزانی که دوست دارن از طریق واتساپ، تلگرام و حتی پیامک و اس‌ام‌اس به ما اعلام آمادگی بکنن، عزیزان ما در روابط عمومی انشاءالله خدمتشون تماس میگیرن و این عزیزان رو ثبت نام میکنن. پس من برم برای قرعه کشی زیارت عاشورا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اولین شماره، شماره 9. ببینیم دومین شماره، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، شماره 8. و سومین شماره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شماره 2. ببینیم شماره 982 مربوط به کدوم یک از عزیزان ما هست. 950 به جناب کارگردان، امشب نوبت انگلستان بوده. ردیف 982 سرکار خانم سرور حسینی از انگلستان با کد اشتراک 1669. سرکار خانم سرور حسینی از انگلستان 1669. ما دیگه هیچ وقت نداریم، انشاءالله تا شب جمعه آینده. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. حسین جان Joe.